جواب گفتن انبیا طعن ایشان را و مثل زدن ایشان را. ای دریغا که دواب در رنجتان گشت زهر قهر جان آهنجتان. ظلمت افزود این چراغان چشم را چون خدا بگماشت پرده خشم را. چه رئیسی جوست خواهیم از شما که ریاست من فزون است از سما. چه شرف یابد ز کشتی بحر دور خاصه کشتی ز سرگین گشته پر. ای دریغان دیده کور و کبود آفتابی اندرو ذره نمود. زابدمی که بود بی مثل و ندید دیده ابلیس جز تینی ندید. چشم دیوانه بهارش دین مود زان طرف جنبید کورا خانه بود. ای بسا دولت که آوید گاه گاه پیش بی دولت بگردد او زراح. ای بسا معشوق کاویت ناشناخت پیش بدبختی نداند عشق باخت. این غلط ده دیده را حرمان ماست وین مقلب قلب را سوء القضاست. چون بت سنگین شما را قبله شد لعنت و کوری شما را ذله شد. چون بشاید سنگتان انباز حق چون نشاید عقل و جان همراز حق. پشه مرده هما را شد شریک چون نشاید زنده همراز ملیک. یا مگر مرده تراشیده شماست پشه زنده تراشیده خداست. عاشق خیشید و صنعت کرد خیش دم ماران را سر مار از کیش. پشه مرده هما را شد شریک چون نشاید زنده همراز ملیک. یا مگر مرده تراشیده شماست پشه زنده تراشیده خداست. عاشق خیشید و صنعت کرد خیش دم ماران را سر مار از کیش. نه در آن دم دولتی و نعمتی نه در آن سر راحتی و لذتی. گرد سر گردان بود آن دم مار لایقند و در خورند آن هر دو یار. آنچنان گوید حکیم غزنوی در الهی نامه گر خوش بشنوی. کم فضولی کن تو در حکم قدر در خور آمد شخص خر با گوش خر. شد مناسب عضوها و ابدانها شد مناسب وصفها با جانها. وصف هر جانی تناسب باشدش بی گمان با جان که حق بتراشدش. چون صفت با جان قرین کرده است او پس مناسب دانش همچون چشم و رو. شد مناسب وصفها در خوب و زشت شد مناسب حرفها که حق نبشت. دیده و دل هست بین اصبعین چون قلم در دست کاتب ای حسین. اصبع لطف است و قهر و درمیان کلک دل با قبض و بستی زین بنان. ای قلم بنگرگر اجدالیستی که میان اصبعین کیستی. جمله قصد و جنبشت زین اصبع است فرق تو بر چار راه مجمع است. این حروف حالهات از نسخ اوست عزم و فسخت همزه عزم و فسخ اوست. جز نیاز و جز تضرع راه نیست زین تقلب هر قلم آگاه نیست. این قلم داند ولی بر قدر خود قدر خود پیدا کند در نیک و بد. آنچه در خرگوش و پیل آویختند تا ازل را با حیل آمیختند.